منابع محلی و رسانه‌ای ویتنام اعلام کردند که دولت این کشور برای توسعه صنعت گردشگری حلال برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است. دولت ویتنام دلیل این اقدام را تلاش برای افزایش گردشگران اعلام کرد. ویتنام در حالی برای توسعه صنعت گردشگری حلال خود تلاش می کند که 42 درصد مردم جنوب شرقی آسیا یا تقریبا 240 میلیون نفر در این منطقه به اسلام پایبند هستند. در چند سال گذشته کشورهای غیر عضو سازمان همکاری اسلامی مانند ژاپن، فرانسه، ایتالیا و کره جنوبی با ارائه امکانات مهمی مانند نمازخانه و غذای حلال سعی در پذیرش گردشگران مسلمان اند. این کشورها مشتاق هستند که از هزینه های گردشگری حلال جهانی که پیش بینی می شود در سال 2023 به 274 میلیارد دلار برسد سهمی داشته باشد ویتنام به عنوان یک تولید کننده کلیدی مواد غذایی در منطقه قبلا شاهد افزایش کسب و کارهایی بوده که درخواست صدور گواهینامه حلال را دارد حدود 60 درصد از استانها و شهرهای این کشور در سال 2021 کالاهای دارای گواهی حلال را برای صادرات تولید می ویتنام انتظار دارد در سال 2023 8 میلیون گردشگر خارجی وارد این کشور شوند.